اگر او عیساست، ما نجات یافته از گناهیم. اگر او شبان است، پس ما باید گوسفندانی باشیم که صدای او را میشناسیم. و اگر او خداوند است، ما افرادی هستیم تحت تملک آن سرور آسمانی. نام های مسیح. بینندگان عزیز، در نام پرجلال عیسی مسیح خداوند خدمت همه شما عزیزان سلام عرض میکنم و آرزو دارم، دعا میکنم که ایمان و اعتماد شما بر بنیاد مسیح زنده بنا شده باشه، زیرا که بنیادی دیگر هیچ کس نمیتواند نهاد جز آن که نهاده شده است، یعنی عیسی مسیح. به جلسه 11 مطالعاتمون تحت عنوان نام‌های مسیح خوش آمدید. ما در شروع این سری درس‌ها مقدمه‌ای داشتیم که طی اون مقدمه در مورد اهمیت کاربرد نام به طور کلی در کتاب مقدس و نام مسیح به طور خاص در کتاب مقدس مطالعه کردیم و بعد در جلساتی که داشتیم از جلسه دوم تا جلسه دهم این 9 نام رو بررسی کردیم. نام عیسی، اولین نام عیسی بود، آن یهوه که از گناه نجات می‌دهد. نام دوم کلمه بود، کلمه‌ای که از ابتدا بود، کلمه‌ای که نزد خدا بود و کلمه‌ای که خدا بود. سومین نام پسر خدا و بعد پسر انسان، امانوئیل، خدایی که با ماست. مشورت دهنده عجیب، آن عجیبی که کارش مشورت دهندگیه. خدای قدیر، آن خدایی که جنگجوی فاتح و پیروزی هست، سرور سلامتی و مسیح. و در این جلسه به یک نام دیگه خواهیم پرداخت که اون نام این هست، سنگ سر زاویه. سنگ سر زاویه، این عبارت که یکی از نام‌های مسیحه، در ترجمه قدیم کتاب مقدس میگه سنگ سر زاویه، در ترجمه هزاره نو میگه مهمترین سنگ بنا، در ترجمه مژده میگه مهمترین سنگ بنا و در ترجمه تفسیری میگه مهمترین سنگ ساختمان. سنگ سر زاویه چی هست؟ اگر این روزها در قرن 21 ما چنین صحبتی رو در مورد سنگ سر زاویه نمی‌شنویم، اما در ایام کهن سنگ سر زاویه مهمترین قسمت بنای یک ساختمان محسوب می‌شد. این سنگ در زیر بنا، در محل تقاطع دو دیواری که اونها رو به هم وصل می‌کرد نهاده می‌شد، تا اولندش این دو دیوار رو به هم وصل بکنه، پی ساختمان رو، و در ضمن مشخص کنه که جهت بنا شدن هر یک از این دیوارها چگونه است، زاویه‌اش چقدره و وقتی میخواد بالا بره چطور باید بالا بره. دو دیوار رو به هم متصل میکرد، در مقام یک شاقول عمل میکرد، یک میزان جهت بالا رفتن دیوارها رو مشخص میکرد. و شاید مهمترین چیز این بود که تمام همه سنگینی این ساختمان بر روی سنگ سر زاویه بود. درس ما در مورد این هست که عیسی مسیح آن سنگ سر زاویه است. ما این رو از کجا میدونیم؟ از پیغام عهد جدید، از موعظه پتروس در اعمال رسولان باب 4، وقتی موعظه میکنه میگه، از آیه 10 برای شما قرائت میکنم، جمعی شما و تمام قوم اسرائیل را معلوم باد که به نام عیسی مسیح ناصری که شما مصلوب کردید و خدا او را از مردگان برخیزانید، در او این کس به حضور شما تندرست ایستاده است. چه کسی؟ آن مفلوجی که بر در هیکل میگذاشتن و پتروس و یوحنا وقتی وارد هیکل میشدن ازشون چیزی میخواد، گدایی میکنه، ولی میگن طلا و نقره نداریم، اما آنچه داریم بهت میدیم، به نام عیسی مسیح برخیز و شفا پیدا میکنه. الان پتروس داره میگه شفای او، تندرستی او به سبب چیه؟ میگه به سبب آن عیساست، به نام عیسی مسیح ناصری شما مصلوبش کردید، خدا او را از مردگان برخیزانید،
در آیه 11 اینطور اضافه میکنه: این است آن مسیح ناصری که شما مصلوب کردید، اما خدا او را از میان مردگان برخیزانید. این است آن سنگی که شما معماران آن را رد کردید و الحال سنگ سر زاویه شده است. عیسی مسیح سنگ سر زاویه است. عیسی مسیح آن سنگی هست که کلیسا بر روش بنا میشه. بنیادی دیگر هیچ کس نمیتواند نهاد جز آن که نهاده شده است، یعنی مسیح. و اما این سنگ سر زاویه در کتاب مقدس کاربرد داره و چند نمونه رو برای شما من اینجا میخونم. به طور مثال ارمیا باب 51 آیه 26 اینطور می‌نویسه: و از تو سنگی به جهت سر زاویه یا سنگی به جهت بنیاد نخواهند گرفت. پیغام در رابطه با بابل هست. وقتی میگه از تو، یعنی از بابل، سنگی به جهت سر زاویه نخواهند گرفت، بلکه خداوند میگوید که تو خرابی ابدی خواهی شد. آن سنگ سر زاویه که میبایستی به جهت خدمت بدن مسیح به کار گرفته بشه، در ملکوت او زیربنای اصلی باشه. میگه از بابل گرفته نمیشه، از میان آدمیان نیست، از نسل آدمیان نیست. چرا؟ چون نجات دهنده نمیتونست از نسل آدمیان باشه. ما همه گناهکاریم. ما هیچ کدومون به عنوان یک آدمیزاد نمیتونه ادعا بکنه من میتونم تو رو نجات بدم، من میتونم تو رو ببخشم، من میتونم تو رو به آسمان بیارم، من میتونم به تو حیات جاودان بدم. ما هممون اسیریم، ما هممون گناهکاریم. ما همه ذات گناه آلود رو از زمان تولد در خود داریم. و اینجا وقتی در ارمیا 51:26 میگه از تو سنگی گرفته نخواهد شد به جهت سر زاویه یا سنگی به جهت بنیاد، یعنی نجات از انسان گناهکار نمیاد. آن سنگ سر زاویه که ملکوت روش بنا میشه چیز دیگه ایه. در اشعیا 28 آیات 16 و 17 اینطور میخونیم: اینک خداوند میگوید من یک سنگ زیر بنا در صهیون میگذارم. خدا در اشعیا داره میگه، اگر در ارمیا میخونیم که از تو سنگی به جهت سر زاویه نخواهم گرفت، اگر این نجات، این زیر بنای اصلی، این بنیاد ملکوت از درون انسان ها نیست، اشعیا میگه خداوند میفرماید من یک سنگ زیر بنا در صهیون میگذارم، یک سنگ گرانبها، یک سنگ آزموده شده، یک اساس محکم. هر که بر آن اطمینان کند مضطرب نخواهد شد. انصاف ریسمان آن و عدالت شاغول آن خواهد بود. پس اگر این سنگ، سنگ سر زاویه از بابل نمیاد اما خدا میگه در صهیون میگذاره، از کجا میاد؟ اجازه بدید مزمور شماره 118 رو برای شما بخونم، از آیات 22 تا 25. سنگی را که معماران رد کردند، همان سر زاویه شده است. در ارمیا خدا گفت بابل رو رد کرد، ازش سنگی به جهت سر زاویه نخواهد گرفت، اما یک سنگ رو خودش برگزیده است. سنگ آزموده شده، اساس محکم و گرانبها، بر طبق اشعیا باب 28. الان در مزمور 118 میگه این سنگی رو که خدا گفت برگزیده است، آزموده شده است، اساس محکم گرانبهاست، اون سنگی که انصاف ریسمانشه و عدالت شاغولشه، سنگی را که معماران رد کردند، همان سر زاویه شده است. اون سنگی رو که خدا برگزید، افرادی به اسم معماران آن را رد کردند. آیه 23 مزمور 118: این از جانب خداوند شده و در نظر ما عجیب است. این است روزی که خداوند ظاهر کرده است، در آن وجد و شادی خواهیم نمود. آه ای خداوند نجات ببخش، آه ای خداوند سعادت عطا فرما. پیغام مزمور 118 این هست: سنگی را خدا برگزیده، مکرم شمرده، سنگی آزموده شده هست، گرانبها، سنگی از اساس محکم، این سنگ رو داد
تا زیربنای ملکوت خدا بشه و همه چیز بر اساس اون بنا بشه. چه ها شد؟ آن را رد کردند. در یوحنا ما میخونیم نزد خاصانش اومد اما خاصانش او را رد کردند. اشاره به عیسی مسیحه. عیسی مسیح آن سنگ سر زاویه است، آن سنگ آزموده شده، گرانبها، آن اساس محکم، آن که انصاف ریسمان او و عدالت شاغولشه. اما معماران او را رد کردند. هرچند رد کردند، سر زاویه شده، چون خدا او را مقرر کرده سر زاویه بشه. و اگرچه او را رد کردند، این از جانب خداونده. در نظر ما عجیبه، ولی از جانب خداونده. این از روزی که خداوند آفرید. این خیلی عجیبه، این بسیار عجیبه، چون داره میگه خدا این سنگ رو داد، اعلام کرد این هست سنگ سر زاویه، مسیح خودش رو داد. معماران او را رد کردند، اما این از جانب خدا بود. یعنی درسته که او را رد کردند اگرچه ندانستند، ولی با رد کردن او آن نقشه ازلی خدا رو نشون دادن که تمام شد. آن نقشه ازلی خدا به کمال رسید، اراده خدا اجرا شد، چون اراده خدا این بود که آن سنگ بیاید و معماران اونو رد بکنن، بر روی صلیب بمیره و با نجاتی که فراهم میکنه، با این زیربنای محکم که کلیسا روش بنا بشه، مؤمنین بگن این است روزی که خداوند ظاهر کرده است، در آن وجد و شادی خواهیم نمود. این است روزی که خداوند ظاهر کرده است. قسمتی از عهد جدید رو میخوام برای شما قرائت کنم از اناجیل در رابطه با مسئله تاکستان. لطفاً با ما باشید، این قسمت رو من قرائت خواهم کرد و خواهیم دید چه قشنگ عیسی مسیح هم در این مثل استفاده میکنه از این مثل تا برسه به اینجا که بگه سنگ سر زاویه چی هست، و بعد اشاره خواهیم داشت به موعظه‌ای که پتروس کرد و تفسیر کرد این معماران کیا بودن که این سنگ رو رد کردن. لطفاً همراه ما باقی بمانید. نام‌های مسیح. درس انجیل متی، مرقس و لوقا که اناجیل هم نظر نامیده شده اند، مثلی به اسم مثل تاکستان اومده از زبان عیسی مسیح، که عیسی مسیح این مثل رو مرتبط میکنه به مزمور شماره 118، جایی که خوندیم سنگی را که معماران رد کردند همان سر زاویه شده است. در متی باب 21، در مرقس باب 12 و در لوقا باب 20 این مثل رو میخونیم، که من فقط از انجیل به قلم متی این رو برای شما خواهم خوند. متی باب 21 از آیه شماره 33. و مثلی دیگر بشنوید، عیسی مسیح فرمود: صاحب خانه ای بود که تاکستانی قرض نموده، خطیره ای گردش کشید و چرخشتی در آن کند و برجی بنا نمود، پس آن را به دهقانان سپرده عازم سفر شد. و چون موسم میوه نزدیک شد، غلامان خود را نزد دهقانان فرستاد تا میوه های او را بردارند، اما دهقانان غلامانش را گرفته بعضی را زدند و بعضی را کشتند و بعضی را سنگسار نمودند. باز غلامان دیگر بیشتر از اولین فرستاده به دیشان نیز به همانطور سلوک نمودند. بالاخره پسر خود را نزد ایشان فرستاده گفت: پسر مرا حرمت خواهند داشت. اما دهقانان چون پسر را دیدند با خود گفتند: این وارث است، بیایید او را بکشیم و میراثش را ببریم. آنگاه او را گرفته بیرون تاکستان افکنده کشتند. پس چون مالک تاکستان آید به آن دهقانان چه خواهد کرد؟ گفتند: البته آن بدکاران را به سختی هلاک خواهد کرد.
و باغ را به باغبانان دیگر خواهد سپرد که میوه هایش را در موسم بدو بدهند. عیسی به دیشان گفت: مگر در کتب هرگز نخوانده اید اینکه سنگی را که معمارانش رد نمودند همان سر زاویه شده است؟ این از جانب خداوند است و در نظر ما عجیب است. عیسی مسیح در این مثل که در هر سه اناجیل متا، مرقس و لوقا اومده ارتباطی ایجاد میکنه بین خود مثل و آنچه که در مزمور شماره 118 خوندیم. پیغام عیسی مسیح این هست که خدا شخصی رو بر میگذینه، این شخص رد میشه، ولی رد شدن او آن سنگ سر زاویه‌ای که خدا برگزید، مصلوب شدن و مردنش، این از جانب خدا بود. و مسیح بهشون میگه آیا هرگز نخوندید؟ این از جانب خدا بود و در نظر ما عجیبه، در نظر ما خیلی عجیبه که نجات ما حاصل مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب باشه. و امروز هم در قرن 21 بسیاری هستند که این پیغام برای اونها جهالتی بیش نیست و نمیتونن این رو باور داشته باشن که مرگ شخصی به نام عیسی مسیح میتونه گناهان من آدمیزاد رو ببخشه. این در نظر ما عجیبه، اما خدا مقرر کرد و اراده خدا بر این بود تا رد کرده شود، مصلوب شود و بمیرد تا ما حیات یابیم، هرچند که آن سنگ سر زاویه رد شد. این است روزی که خدا آفرید و امروز پیغام عوض نشده. امروز پیغام همان هست که ما اگر ایمان آوریم بر مسیحی که بر حسب کتب مرد و بر حسب کتب قیام نمود، اگر ما ایمان آوریم بر او، زندگی ایمانی ما بر شالوده‌ای بنا شده، سنگ زاویه‌ای که خدا آن را نهاده است، نه سنگی که از بابل گرفته شده باشه، بلکه آن سنگی که خدا مقرر کرده، آن سنگ سر زاویه‌ای که آزموده شده است، مکرمه و گرانبهاست. در اول پتروس باب 2 آیات 6 و 7 اینطور میخونیم: بنابراین در کتاب مکتوب است که اینک مینهم در صهیون سنگی سر زاویه برگزیده و مکرم، و هر که به وی ایمان آورد خجل نخواهد شد. بسیاری چنان که گفتم پیغام صلیب برای اونها جهالته، اما پیغام کتاب مقدس اینه، ببینید به جهالت موعظه وقتی ایمان بیاری، هرچند در نظر بسیاری جهالته، ولی اگر بهش ایمان آوری، به این موعظه‌ای که میشه که مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهان تو مرد، هر که بر وی ایمان آورد خجل نخواهد شد. پس شما را که ایمان دارید اکرام است. خدا محترم شمرده، مکرم داشته، لکن آنانی را که ایمان ندارند، آن سنگی را که معماران رد کردند همان سر زاویه گردید، بذار رد کنن. هیچ تبدیلی، تغییری در مسیح خداوند پیش نمیاد اگر مردم او را رد کنند. او سنگ سر زاویه بوده، هست تا به ابد. بنیادی دیگر کسی دیگر نمیتواند نهاد. تنها بنیادی که نهاده شده، کلیسای عیسی مسیح، بر روی هیچ کس بنا نشده جز خدا، آن سنگ سر زاویه عیسی مسیح خداوند. برای شما قرائت کردم از اعمال رسولان باب 4. اینجا میخوام این آیات رو باز بکنم تا معلوم بشه چطور روح القدس میبافه به هم این آیات رو و از طریق آیات اون یکی آیات رو تفسیر میکنه. و اینجا یاد میگیریم بهترین مفسر کتاب مقدس خود کتاب مقدسه.
اعمال رسولان باب 4 آیات 8 الی 12. آنگاه پتروس از روح القدس پر شده بدیشان گفت: ای رؤسای قوم و مشایخ اسرائیل، اگر امروز از ما بازپرس می شود درباره احسانی که بدین مرد ضعیف شده، یعنی به چه سبب او صحت یافته است، جمیع شما و تمام قوم اسرائیل را معلوم باد که به نام عیسی مسیح ناصری که شما مصلوب کردید و خدا او را از مردگان برخیزانید، در او این کس به حضور شما تندرست ایستاده است. این است آن سنگی که شما معماران آن را رد کردید و الحال سر زاویه شده است و در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید نجات یابیم. پتروس از روح القدس پر شده و داره این پیغام رو میده. روح القدس کیه؟ همون کسی که پیغام‌های عهد عتیق رو داد، همون کسی که هدایت کرد نویسنده مزمور 118 رو که بگه سنگی رو که معماران رد کردن. و شاید همیشه سوال این بوده که این معماران کی هستن؟ کیا معمار بودن که او را رد کردن؟ در این آیه شماره 11 از قسمتی که براتون قرائت کردم، به هدایت روح القدس پتروس به رؤسای قوم و مشایخ اسرائیل میگه این است آن سنگی که شما معماران آن را رد کردید. معماران کیا هستن؟ شماها. این شماها کیا هستن؟ در آیه شماره 8، ای رؤسای قوم و مشایخ اسرائیل. سنگی را که معماران رد کردن، معمارانی که رؤسای قوم بودن، معمارانی که مشایخ اسرائیل بودن، او را رد کردند. هرچند رد کردند، هرچند بر روی صلیب کشتند، اما او همچنان سنگ سر زاویه بود. نقش سنگ سر زاویه در نوشته های پولس رسول در افسسیان باب 2 به وضوح دیده میشه. لطفاً کتاب مقدستون رو باز کنید، رساله افسسیان باب 2 از آیه 19 براتون از ترجمه قدیمی قرائت میکنم. پس از این به بعد غریب و اجنبی نیستید ای ایمانداران، ای آنانی که بر بنیاد مسیح بنا شده اید، ای آنانی که مسیح سنگ سر زاویه نجات شما شده و همه چیز شما روی مسیح بنا شده. پس از این دیگه غریب و اجنبی نیستید، بلکه هموطن مقدسین و از اهل خانه خدا و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده اید، که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است، که در وی در آن سنگ سر زاویه تمامی عمارت با هم مرتب شده، منظمه، به هیکل مقدس در خداوند نمو می کند و در وی شما نیز با هم بنا کرده می شوید تا در روح مسکن خدا شوید. پس پولوسی که به همان روحی که نویسنده مزمور هدایت شد، به همان روحی که پتروس را هدایت کرد، به همان روح هدایت میشه، این الهام الهی هست تا اینطور بگه که ای عزیزان، ای مؤمنین، ای مقدسین، ای شما که به خون مسیح قسل کرده شدید، آمرزیده شدید، شما دیگه غریب نیستید، شما دیگه اجنبی نیستید، شما الان هموطن مقدسینید، شما اهل خانه او هستید، شما در این عمارتی که خدا داره بنا میکنه هستید، یک قسمت از این عمارتید که رسولان و انبیا هم درش بودن، شاید اونا اون سنگای پایین پایینن، حالا شما یه ذره بالاتر، ولی همه با هم سنگهای زنده یک ساختمان هستید، داره بنا میشه. چه ساختمانی؟ آن هیکلی که خود عیسی مسیح سنگ زاویه‌شه، آن هیکل، آن عمارتی که همش ماهیت پیدا کرده به خاطر وجود آن سنگ سر زاویه، که در وی به خاطر آن سنگ سر زاویه تمامی عمارت با هم مرتب شده به هیکل مقدس در خداوند نمو می کند. به خاطر این سنگ سر زاویه است که نظم هست، ترتیب هست، رشد هست. بدن عیسی مسیح
هیکل خدا، کلیسای زنده عیسی مسیح در مسیح میتونه با هم بنا کرده بشه تا در روح از اختنازه روحانی مسکن خدا بشه، اگر بنا شده باشه بر مسیح. اگر زندگی شخصی شما بر روی مسیح این سنگ سر زاویه بنا نشده باشه، شما فقط پیرو یک سری اعتقادات و نقطه نظراتی هستید که باد میزنه امروز به این طرف فردا به طرف دیگه. اگر بر روی مسیح شما بنا نشده باشید، شما قسمتی از این عمارت روحانی که تا در روح مسکن خدا بشه نیستید. اما اگر اعتماد و ایمانتون رو بر مسیح این سنگ سر زاویه گذاشتید، اگر ایمان دارید مسیح نجات رو فراهم کرده، شما دیگه غریب و اجنبی نیستید، هموطن مقدسین هستید، از اهل خانه خدا هستید، به همراه آن انبیا و رسولانی که در این بنا هستن شما هم هستید، دارید در اون نظمی که خدا میده در رشد این بدن، این هیکل شما دارید بزرگ میشید. پس از خودتون سوال کنید آیا ایمان من بر مسیح بنا شده یا نه؟ و خدا تنها شخصی که این سوال رو برای شما جواب میده اگر صادقانه به حضور او بیایید. شما رو تشویق میکنم خودتون رو تفتیش کنید و ببینید آیا بر روی مسیح بنا شده اید یا نه. شما را به دستای امن خداوند می سپارم تا جلسه آینده.